سه دو یک. صدای ما را از ماه میشنوید. ماجراهای شرلوک هولمز، نوشته سر آرتور کنان دویل، ترجمه جمشید اسکندانی، نشر سالس، افکتور نرگس موساپور، کارگردان رضا عمر، بازیگران رضا عمرانی، شرلوک هولمز، امیر محمد سمسامی، دکتر واتسون، علی زرینی، پروفسور تورنی هکستبل، مجید آقا کریمی، دوک هولدرنس، بهادر ابراهیمی، جیمز والدر، کامیار محبی، روبن هیز. این داستان ماجرای مدرسه پرایری. آپارتمان کوچک ما در خیابان بیکر گاه پذیرای افرادی با ماجراهای بسیار مهیج و شگفت‌انگیز بود. با وجود این تا آنجا که به یاد دارم کسی را آشفته تر و عصبی تر از پروفسور تورنی کرافت هاکستبل ندیده بودم. او روزی حوالی ساعت 11 صبح به منزل ما آمد. کارت ویزیت کوچکی که قبل از آمدنش فرستاده بود برای معرفی شخصیت علمی و اجتماعی او بسیار کوچک به نظر می رسید. شخصیت علمی بزرگی که ظاهرش هم بی اختیار بیننده را به احترام وامی داشت. ولی در آن روز به خصوص پروفسور هاکستبل، این شخصیت نامدار و مشهور، به محض ورود به اتاق لحظه مکث کرد. سپس با قدم‌هایی سست و لرزان به طرف میز وسط اتاق آمد و ناگهان از هوش رفت و دراز به دراز کف اتاق افتاد. ما چند لحظه‌ای مات و مبهوت سر جایمان میخکوب شده بودیم. سپس ناگهان از جا پریدیم. هولمز با عجله بالشی زیر سر او گذاشت و من هم جرعه‌ای برندی به او نوشاندم. از حال و روزش معلوم بود موضوعی او را به شدت تحت فشار گذاشته و سرانجام از پا در آورده است. چشمان پف کرده، لبهای آویزان، صورت اصلاح نکرده، رنگ پریده و یقه باز و بدون کراواتش، همه حاکی از آن بود که پروفسور هاکستبل با عجله و بدون هیچگونه تمهید قبلی برای ملاقات با هولمز راه درازی را طی کرده است. واتسون، به نظر تو چه برای سرش اومده؟ نبضش کند و ضعیف میزنه. بگمانم از خستگی مفرط و احتمالاً گرسنگی زیاده. اینجا رو بلیط برگشت به مکلتون. ظاهراً دوست ما صبح خیلی زود حرکت کرده، چون هنوز ظهر نشده به لندن رسیده. با توجه به اینکه فاصله مکلتون تا لندن هم کم نیست. معذرت میخوام آقای هولمز، مطمئنم ضعف شدید ناشی از خستگی مفرط و گرسنگی زیاد باعث این وضعیت شده. اگه لطف کنید و یه لیوان شیر و چند تا بیسکویت برام بیارید حتما بهتر میشم. ولی قبل از هر چیز باید به اطلاعتون برسونم که منظورم از این سفر ناگهانی اینه که به هر ترتیبی که شده شما رو با خودم ببرم، چون اطمینان داشتم که با ارسال تلگراف نمیتونم توجه شما رو با حیات بودن این ماجرا جلب کنم. خواهش میکنم عجله نکنید، بذارید حالتون کاملا سر جاش بیاد. حالم کاملا خوب شده. راستش هرگز فکر نمیکردم تا این حد تاب و توانم از دست بدم. آقای هولمز، امیدوارم با قطار بعدی به اتفاق به مکلتون بریم. همکارم دکتر واتسون برای شما شرح میدن که چقدر سرمون شلوغه. در حال حاضر درگیر ماجرای اسناد و مدارک فرز هستم. دادگاه ماجرای قتل ابرگاونی هم امروز و فردا شروع میشه و حضور من تو این دادگاه ضروریه. بنابراین فقط یه ماجرای خیلی مهم و پیچیده میتونه انگیزه‌ای برای شروع کار تازه باشه. مهم؟ انگار شما هنوز ماجرای رو بوده شدن تنها پسر و وارث قانونی دوک هولدرنس رو نشنیدید. چی؟ دوک هولدرنس؟ وزیر سابق؟ دقیقاً.
خیلی سعی کردیم این ماجرا به روزنامه ها کشونده نشه، ولی ظاهرا در روزنامه گلوب به شایعی در این باره اشاره شده. فکر کردم به گوش شما هم رسیده. شرلوک هولمز دستهای لاغر و کشیدهش را دراز کرد و جلد حرف اچ فرهنگ اعلام را برداشت و به خواندن مدخل دوک هولدرنس پرداخت. دوک هولدرنس، ششمین دوک از شجره بارون بورلی، ارل کارستون. خدای من، چه القاب دراز و پرتمطراقی. در سال 1900 مفتخر به دریافت لقب لرد هالمشایر شد. در سال 1900 مفتخر به دریافت لقب لرد هالمشایر شد. در سال 1888 با دوشیزه ادیت، دختر سر چارلز اپلدور، ازدواج کرده است. ثمره این ازدواج پسر 10 ساله‌ای به نام لورد سالتایر است، یگانه وارث قانونی دوک هولدرنس. مالک حدود 250,000 جریب زمین های کشاورزی به اضافه معادنی در ایالات لانکشایر و ویلز. آدرس: ایالت ویلز، بنگر، منطقه هولدرنس در هالمشایر، قلعه کارستون، خاندان کارتون. وزیر دریاداری در سال 1882 و به دنبال آن وزیر کشور. ظاهراً از مقامات با سابقه است. نه فقط با سابقه بسیار، بلکه با قدرت و ثروت بسیار. آقای هولمز، همه میدونن که جناب عالی برای کارهایی که انجام میدید ارزش معنوی فوق‌العاده‌ای قائل هستید. هرگز توجه چندانی به مادیات نداشتید و انگیزه شما برای همکاری فقط اهمیت و کیفیت خاص ماجراست. با وجود این لازم میدونم به اطلاعتون برسونم که عالی جناب دوک هولدرنس مبلغ 5,000 پوند به عنوان مژدگانی به این موضوع اختصاص دادند. به علاوه مبلغ 1,000 پوند هم به کسی خواهند داد که اسم یا اسامی ربایندگان رو در اختیار ایشون بذاره. عجب مژدگانی شاهانه ای واتسون. حالا دیگه لازم شد همراه پروفسور عزیز بریم شمال کشور. هاکستبل عزیز، لطفاً هر وقت شیر و بیسکویتتون رو تموم کردید ماجرا رو مو به مو برامون شرح بدید. اینکه کی و کجا اتفاق افتاده و چه ارتباطی با شما داره، و مهمتر از همه اینکه چه عاملی باعث شد شما 3 روز بعد از وقوع ماجرا به سراغ ما بیایید. قبل از هر چیز باید به آگاهیتون برسونم که آموزشگاه شبان روزی پرایری یک مدرسه آمادگی سازیه که مدیر و مؤسس اون خودم هستم. باید تأکید کنم این مدرسه بدون تردید بهترین و معروفترین آموزشگاه شبانه روزی در سرتاسر انگلستانه. تا اونجا که دولت مردان مهم و با نفوذی مثل لورد لیورستک، ار بلک واتر و سر کتکار سامز پسراشونو در این مدرسه ثبت نام کردن. خب. با وجود این شهرت مدرسه پرایری زمانی به اوج خودش رسید که آقای جیمز وایلدر منشی مخصوص دوک هولدرنس برای ثبت نام لورد سالتایر 10 ساله تنها پسر و وارث قانونی دوک در دفتر مدرسه حضور پیدا کردند. گرچه در اون لحظه اونقدر خوشحال و هیجان زده شده بودم که هرگز فکر نمی کردم ثبت نام این نجیب زاده مهم و استثنایی چه پیامد ناگواری خواهد داشت. لورد سالتایر جوان در اوائل ماه مه همزمان با شروع ترم تابستانی به مدرسه آمد. پسر بچه بسیار برازنده و با ادب که به سرعت تحت تأثیر محیط مدرسه قرار گرفت. باید موضوعی رو با شما در میون بذارم و امیدوارم اونو به حساب بی موالاتی من نذارید. خواهش میکنم. راستش هنوز مدت زیادی از ورود لورد سالتایر نگذشته بود که متوجه شدم لورد جوان محیط خانوادگی مطلوب و خوشایندی نداشته. خوشحالی زیادش از حضور در مدرسه نشانه این موضوع بود. اصولاً محیط و شیوه مدیریت مدرسه پرایری که نسبت به مدارس مشابه سختگیرانه تره برای پسر بچه 10 ساله‌ای که در ناز و نعمت مطلق زندگی کرده تا مدت‌ها ناراحت کنند و نامطبوع خواهد بود و محیط مدرسه رو به این سادگی ها نمیپذیره.
ولی درباره لورد سالتایر مسئله کاملا برعکس بود و به نظر می رسید علی‌رغم مقررات خشک و سخت مدرسه اون احساس راحتی بیشتری می کنه. البته ماجرای ازدواج ناموفق دوک هولدرنس بر کسی پوشیده نیست و اهالی منطقه از اختلافات دوک و دوشس اطلاع دارند و اینم می دونن که دوک و دوشس طبق قوانین طرفین جدا از همدیگه زندگی می کنن و در حال حاضر دوشس هولدرنس تو کاخی در جنوب فرانسه اقامت داره و اینطور که من شنیدم این جدایی به ظاهر موقتی چند روز قبل از ورود لورد سالتایر به مدرسه پرایری اتفاق افتاده. از طرفی طبق شایعات موجود لورد سالتایر جوان علاقه زیادی به مادرش داره، بنابراین از رفتن مادرش به شدت ناراحت میشه. در حقیقت همین مسئله باعث شده دوک هولدرنس تصمیم عاقلانه ای بگیره و لورد سالتایر رو به مدرسه پرایری بفرسته. باور کنید بعد از گذشت فقط دو هفته چنان به محیط مدرسه عادت کرده بود که گویی تمام غمها و قصه هاشو فراموش کرده و کاملا شاد و سرزنده به نظر می رسید. آخرین بار دوشنبه شب 13 ماه مه اونو دیدن. بعد از اون مثل اینکه آب شده رفته تو زمین. لورد سالتایر تو اتاق یک نفره‌ای در طبقه دوم ساختمان خوابگاه زندگی می‌کرد که تنها راه ورود به اون اتاق بزرگتری در جلوی اونه که دو نفر دانش آموز تو اون سکونت دارند. اون شب این دو دانش آموز نه چیزی دیدن و نه صدایی شنیدن. پنجره اتاق لورد سالتایر رو به محوطه باز میشه و درست مقابل پنجره یک پیچک تنومند قرار داره. گرچه هیچ رد پایی زیر درخت پیدا نکردیم ولی با توجه به اظهارات این دو دانش آموز اتاق جلویی که مطمئن بودن لورد سالتایر از اتاق اونها خارج نشده، بنابراین به نظر میرسه این پسرک از پنجره و با استفاده از درخت پیچک پایین رفته و از مدرسه خارج شده. ساعت 7 روز بعد متوجه غیبت لورد سالتایر شدیم و به اتاق اون رفتیم. خب از وضعیت تخت خوابش معلوم بود شب قبل روی اون خوابیده و با بازرسی جالباسی معلوم شد یونیفرم مخصوص مدرسه تنش بوده، یعنی کت سیاه و شلوار تیره خاکستری. خب ضمن اینکه از وضعیت اتاق معلوم بود کسی دیگه‌ای در اتاق نبوده و شواهد نشون میداد خروج یا فرار اون از مدرسه بدون هیچ کشمکشی صورت گرفته، چون کانتر یکی از دو نفر دانش آموز مقیم اتاق جلویی خوابش خیلی سبکه و معمولا با کمترین صدایی از خواب میپره. خب به محض اطلاع از گم شدن لورد سالتایر کلیه پرسنل آموزشگاه، اهم از دانش آموزان، کادر آموزشی، کادر دفتری و فراشا تو محبت آموزشگاه به صف شدند. اینجا بود که معلوم شد لورد سالتایر به تنهایی مدرسه رو ترک نکرده، بلکه با همکاری آقای هایدگر معلم زبان آلمانی موفق به این کار شده، چون جای هایدگر در صف آموزگاران خالی بود. اتاق هایدگر هم در آخر راهروی طبقه دوم قرار داره. اما جالب اینجاست که پیچک تنومندی درست مقابل پنجره اتاق اونم هست و حالت تخت خواب هایدگرم حاکی از اون بود که شب قبل روش خوابیده. اما با توجه به پیراهن و جورابهاش که کف اتاق پخش و پلا بود به نظر می رسید با عجله و بدون اینکه لباس مناسبی تنش باشه از طریق پنجره و پیچک پایین آمده و از مدرسه خارج شده. رد پاشو هنوز می تونید زیر درخت ببینید. به علاوه با بازرسی انبار کوچیکی که نزدیک این درخت قرار داره متوجه شدیم دوچرخه اونم گم شده. هایدگر 2 قبل با توجه به سوابق درخشانش استخدام شد. اصولا آدم کم حرف و توداری بود و محبوبیت چندانی بین دانش آموزا و کادر دبیرا نداشته. به هر حال تا الان اثری از این دو فراری به دست نیامده. البته اقدامات لازم از طریق مسئولان انتظامی محلی به عمل آمده و هنوز هم ادامه داره. در بد به امر فکر کردیم شاید لورد سالتایر جوان به اقتضای سن و سالش ناگهان هوای کاخ هولدرنس رو کرده و نزد پدرش رفته، ولی همون ابتدای کار معلوم شد حدسمون اشتباه بوده و اهالی کاخ هولدرنس هم از اون خبری ندارن.
پدرش دوک هولدرنس به شدت نگرانه. حال روز منم که خودتون میبینید. جناب هولمز، عاجزانه از شما استدعا دارم، لطف کنید از هر کمکی که بتونه به شکلی در حل این معما مفید واقع بشه دریغ نکنید. مطمئن باشید هرگز از این همکاری پشیمان نخواهید شد. هولمز تمام مدت با دقت و کنجکاوی بسیار به سخنان پروفسور هاکستبل گوش میداد. با شناختی که از شلوک هولمز دارم، از حالت قیافه و به خصوص ابروان گره خورده اش فهمیدم آنقدر مجذوب این ماجرا شده که به ترغیب و تشویق اضافی نیازی ندارد و درخواست کمک پروفسور هاکستبل را حتی بدون دریافت مژدگانی هنگفت دوک هولدرنس نیز میپذیرد. او دفترچه یادداشتش را از جیب درآورد و یکی دو نکته در آن یادداشت کرد. پروفسور، بزرگترین خطای شما اینه که همون روز اول منو خبر نکردید. همین تأخیر 3 روزه که احتمالاً از نظر شما اهمیتی نداره، تحقیقات منو با اشکالات زیادی مواجه میکنه. برای مثال، واسه شخصی مثل من گفتن اینکه زیر درخت پیچک و چمنهای اطرافش هیچ اثری پیدا نشده قابل قبول نیست. حتماً چیزایی وجود داشته که لابد به چشمتون نیومده و حالا بعد از 3 روز احتمالاً به کلی از بین رفتند که بدیهی تحقیقاتو دشوارتر میکنه. آقای هولمز، باور کنید من هیچ تقصیری ندارم. راستش چطوری بگم، مشکل ما عالی جناب دوک هستن. ایشون اصرار زیادی دارن تا جایی که ممکن از برملا شدن این ماجرا جلوگیری بشه. راستش از این واهمه دارن که مسائل خانوادگیشون دوباره سر زبونا بیفته و این همون موضوعیه که خاطر مبارکشون رو به شدت نگران کرده. ولی به هر حال حتما تحقیقات رسمی از طریق پلیس محلی انجام گرفته. بله بله، ولی متاسفانه کاملا ناامید کننده بوده. در تحقیقات معلوم شد پسر بچه همسن و سالی به همراه یک مرد جوان در ایستگاه مجاور سوار قطار شدن و منطقه رو ترک کردن. طولی نکشید که رد اونا رو پیدا کردن و بالاخره در لیورپول دستگیر شدن. ولی پس از بازجویی معلوم شد ارتباطی بین این دو نفر و گم شده ما وجود نداره و هیچ ماجرای مشکوک دیگه ای هم نبوده. بالاخره امروز صبح پس از چند شب بیخوابی و فکر خیال دلمو به دریا زدم و تصمیم گرفتم مستقیم به شما مراجعه کنم. پس لابد پلیس محلی با اطمینان واهی از اینکه ماجرا رو کشف کرده دست از تحقیقات کشیده و اقدام دیگه ای نکرده. بله همینطوره. و 3 روز، 3 روز فوق‌العاده مهم و با ارزش از دست رفت. با شما موافقم جناب هولمز. خب مهم نیست، به هر حال این ماجرا روشن میشه. خوشحال میشم که شخصا این ماجرا رو پیگیری کنم. راستی پروفسور، هیچ رابطه بین لرد جوان و معلم آلمانی نبوده؟ اصلا به هیچ وجه. تو کلاس زبان آلمانی شرکت میکرده؟ نه، فکر نمی کنم حتی یک کلمه هم با هم دیگه صحبت کرده باشن. عجیبه. ببینم پسرک دوچرخه هم داشته؟ نه خیر. دوچرخه شاگردای دیگه گم نشد؟ نه. مطمئنی؟ بله کاملا قربان. پس لابد فکر میکنید معلم آلمانی یه دوچرخه میدوزده و بعد لرد جوان در آغوش پا به فرار میشه؟ نه، من اینطور فکر نمی کنم. پس لطفا بفرمایید نظرتون چیه؟ به نظر من دوچرخه فقط یک کلک برای رد گم کردن بوده. حتما دوچرخه رو در جای پنهان کرده و با لرد سالتایر پیاده به راه افتادن. نظریه جالبیه، هرچند تا حدودی بعید به نظر میرسه. توی این انباری که ازش حرف زدین دوچرخه‌های دیگه هم وجود داره؟ بله چندتایی. پس اگه به قول شما میخواست رد گم کنه، باید 2 تا از دوچرخه‌ها رو مخفی میکرد تا مثلا وانمود کنه با 2 تا دوچرخه فرار کردن. احتمالاً همینطوره که شما میفرمایید. حتما همینطوره. علاوه من مسئله رد گم کردن رو که شما انقدر روش تاکید میکنین قبول ندارم. به حال نقشه استادانه ای بوده و بدون شک به بررسی و تحقیقات استادانه تری هم نیاز خواهد داشت. اون چه مسلمه دوچرخه چیزی نیست که بشه اونو با آسانی از بین برد یا راحت پنهانش کرد. حالا یه سوال دیگه. بله. یه روز پیش از این که لرد سالتایر مفقود بشه کسی به ملاقاتش نیامده بود؟ نه هیچ کس. نامه چطور؟ منظورم اینه که نامه ای هم دریافت نکرد؟ چرا، یه نامه داشت. از کی؟ از پدرش.
عالی جناب دوک هال در نس. مگه شما نامه رو باز کردید؟ نه خیر. پس از کجا فهمیدید که از طرف عالی جناب دوکه؟ از آرم خانوادگی روی پاکت و همینطور آدرس که به خط خود دوک بود. به علاوه عالی جناب دوک این موضوع رو تایید میکنن. قبل از این نامه نامه های دیگه هم دریافت کرده بود؟ منظورم روزهای قبله. نه خیر، مدتی بود که نامه دریافت نمیکرد. از فرانسه چطور؟ از اونجا نامه نداشت؟ نه هرگز. پروفسور هاکستبل. بله بله. امیدوارم فهمیده باشید چرا این سوالات رو مطرح میکنم. از دو حال خارج نیست، یا لورد سالتایر رو با تهدید و ارعاب رو بودند، یا اینکه هیچ تهدید و ارعابی در کار نبوده و اون با میل شخصی رفته که اون وقت بی تردید عامل خارجی مؤثری در این تصمیم نقش داشته، یا عامل خیلی قوی و مؤثر. این عامل میتونه یه شخص باشه که طبق اظهارات جناب عالی هیچ کس روز قبل به ملاقاتش نیومده، پس مسئله شخصی منتفیه. بنابراین حتما تحت تاثیر نامه‌ای که دریافت کرده گریخته. به همین دلیل خیلی میل دارم بفهمم لرد سالتایر 10 ساله با چه کسانی مکاتبه داشته. متاسفم قربان، نمیتونم کمک بیشتری به شما بکنم، چون تا اونجا که میدونم فقط پدرش با اون مکاتبه میکرد و آخرین نامه هم یک روز قبل از ماجرا به دست پسر رسیده. خب پروفسور هاکستبل، به نظر شما رابطه این پدر و پسر چطور بوده؟ باید خدمتون عرض کنم که دوک هالدرنس از عمر اشخاصی هستن که با عواطف و احساسات معمولی آدم ها آشنایی چندانی ندارن، ولی لورد سالتایر یک مورد کاملا استثنایی به شمار میرن و با این پسر به شیوه خاص خودشون خیلی مهربان هستند. با وجود این و علارغم این مهربانی هایی که میفرمایید، لورد سالتایر کماکان به مادرش تمایل داشت، اینطور نیست؟ بله بله، همینطوره که میفرمایید. موردی پیش نیامد که خود لورد سالتایر به این موضوع اشاره کنه؟ نه خیر ابدا. دوک چطور؟ ایشون به این مسئله اشاره میکردن؟ عالی جناب دوک؟ خدای من، به هیچ وجه. پس شما چطور به این نتیجه رسیدین؟ از طریق صحبتهای محرمانهی که با جیمز وایلدر منشی مخصوص دوک داشتم. ضمن همین صحبتها بود که ایشون اطلاعاتی درباره روحی و طرز فکر لورد سالتایر در اختیار من گذاشتند. که اینطور؟ آیا این نامه آخری هنوز تو اتاق لورد جوان هست؟ نه، با خودش برده. آقای هولمز خواهش میکنم، وقت زیادی نداریم، فکر میکنم وقتش رسیده که راه بیفتیم تا به موقع به قطار یوتسون برسیم. بسیار خوب، الان دستور میدم یک کالسکه خبر کنن، یه رو به دیگه توی قطار خواهیم بود. در ضمن آقای هاکستبل، اگه تصمیم دارید تلگرافی مخابره کنید، لطفاً وانمود کنید تحقیقات کماکان توسط پلیس محلی و از طریق کانال لیورپول جریان داره و به هیچ وجه اشاره‌ای به مسافرت ما به یوتسون نکنید. بله قربان. به این ترتیب من آزادی عمل بیشتری خواهم داشت و میتونم بدون دردسر اقداماتم رو شروع کنم. گمونم هنوز اونقدری بوی طعمه توی هوا مونده باشه که سگ‌های شکاری مثل من و واتسون بتونیم ردشو بزنیم. حوالی غروب، وقتی هوا تقریباً تاریک شده بود، به مقصد رسیدیم و مستقیم به مدرسه شبانه روزی پرایری رفتیم. روی میز وسط هال کارت ویزیتی قرار داشت و به محض ورودمان سرپیش خدمت مدرسه چیزی در گوش پروفسور هاکستبل زمزمه کرد که از شنیدن آن رنگ پروفسور پرید. عالی جناب دوک تشریف فرما شدن و در کتابخانه حضور دارن. بریم تا مراسم معارفه رو به جا بیاریم. در ضمن آقای جیمز وایلدر منشی مخصوصم افتخار حضور دارن. درباره دوک هولدرنس شنیده بودم و دورا دور با وی آشنایی داشتم.
قد بلند بود و لباسش در نهایت سلیقه و دقت مخصوص دولتمردی قدرتمند دوخته شده بود. صورتی تقریبا دراز و کشیده و دماغی عقابی داشت. ولی جالبتر از همه ریش بلند و قرمز رنگ دوک بود که تا بالای جلیقه‌اش ادامه داشت و قرمزی آن رنگ پریدگی چهره‌اش را دو چندان می کرد. ساعت تمام طلایی هم داشت که زنجیر آن از روی جلیقه‌اش دیده می شد. او با نگاهی آری از هر گونه احساس و عاطفه وسط سالن ایستاده بود و به ما نگاه می کرد. در کنار دوک مرد جوان و ریزندامی که ظاهراً جیمز وایلدر منشی مخصوص دوک بود، با چشمانی آبی رنگ و باهوش که نگرانی شدیدی در آنها موج می‌زد به ما خیره شده بود. اندکی بعد آقای جیمز وایلدر با لحن معترضانه ای گفت: امروز صبح به محض اطلاع از تصمیم شما مبنی بر عزیمت به لندن و دعوت آقای هولمز سعی کردم شما رو پیدا بکنم و مانعتون بشم، ولی متاسفانه موفق نشدم. آقای هاکستبل، شما که خوب میدونید قبل از هر تصمیمی باید نظر عالی جناب دوک رو جویا میشدید، چطور جرأت کردیم بدون مشورت به عالی جناب چنین کاری بکنید؟ وقتی متوجه شدم پلیس محلی هیچ موفقیتی کسب نکرده، چاره‌ای جز این نداشتم. ولی عالی جناب دوک از عدم موفقیت پلیس محلی مطمئن نیستن. آقای هاکستبل، شما خیلی خوب میدونید که حضرت اشرف به هیچ وجه مایل نیستند این ماجرا سر زبونا بیفته و بسیار مایلند تا حد امکان افراد کمتری از این ماجرا آگاه بشن. خب این که اشکالی نداره، آقای هولمز با قطار فردا صبح به لندن برمیگردن. ابدا به هیچ وجه پروفسور، من همیشه عاشق هوای پاک و محیط سبز و خرم شمال انگلستان بودم، بنابراین حالا که فرصت مناسبی به دست آوردم مصممم چند روزی رو به دلخواه بگذرونم، حالا یا تو منزل شما یا تو مهمانسرای دکده، برام تفاوتی نداره. اما آخر منم نظر آقای والدر رو تایید میکنم و معتقدم که باید قبلا با من مشورت میکردید، ولی به هر صورت حالا که آقای شرلوک هولمز تشریف آوردن و در جریان امر قرار گرفتن، دلیلی نمیبینم از مهارت و تجربیاتشون بهره مند نشیم. آقای هولمز، لطفاً مهمان سرای دهکده رو فراموش کنید و اجازه بدید که افتخار پذیرایی شما رو در کاخ هولدرنس داشته باشم. از لطف شما بی نهایت سپاسگزارم حضرت اشرف، ولی کارهایی است که باید به سرعت انجام بدم، بنابراین ترجیح میدم در محل وقوع ماجرا اقامت داشته باشم. هر طور خودتون صلاح میدونید آقای هولمز. در ضمن در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، من و آقای جیمز وایلدر در اختیار شما خواهیم بود. سپاسگزارم حضرت اشرف، حتماً به دیدارتون خواهم آمد، البته در کاخ هولدرنس. اما چند تا سوال هست که ترجیح میدم همین الان مطرح کنم. عالی جناب شخصاً چه حدسی میزنید؟ بهتر اینجوری بگم، درباره علل این ماجرا به نتایجی رسیدید؟ نه، به هیچ وجه. حضرت اشرف، پیشتر از سوالی که میخوام بپرسم معذرت میخوام، هرگز به فکرتون خطور کرده که شاید دوشس همسرتون تو این ماجرا دخالتی داشته باشه؟ نه، فکر نمی کنم. هدف از آدم ربایی معمولا باجگیریه. تا به حال درخواستی در این خصوص به دست شما رسیده؟ نه. بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. ظاهراً صبح روزی که این ماجرا به وقوع پیوست، عالی جناب نامه‌ای برای لورد سالتایر نوشته بودن، درسته؟ نه، نامه رو روز قبل از حادثه نوشته بودم. درسته، ولی لورد سالتایر در روز حادثه اونو دریافت کرده بودون؟ معذرت میخوام، آیا نامه رو خودتون پست کرده بودید؟ از شأن عالی جناب بدوره که نامه ها رو خودشون پست بکنن، این امور به من مربوط میشه. اون روز هم من بودم که اون نامه رو همراه باقی نامه های روی میز به صندوق پست انداختم. مطمئنید که این نامه همراه سایر نامه ها بوده؟ مطمئنم، خودم نگاه کردم. بسیار خوب، حالا ممکنه بفرمایید عالی جناب اون روز جمعاً چند نامه نوشته بودن؟ حدود 20 تا 30 نامه، دقیقاً یادم نیست چون مکاتبات ما اصولاً زیاده، ولی به هر حال هنوز نمیفهمم این موضوع چه ربطی به ماجرا داره. کاملاً مربوطه. من به مقامات پلیس توصیه کردم از جنوب فرانسه غافل نشن، گرچه هنوزم بر این عقیده هستم که دوشز هرگز مرتکب چنین خلاف هولناکی نشده،
ولی با شناختی که از طرز فکر غلط این پسر دارم بعید نیست با کمک این معلم آلمانی به ملاقات مادرش رفته باشه. بسیار خوب آقای اکستبل، بهتره به صحبتامون خاتمه بدیم و به کاخ برگردیم. از قیافه هولمز معلوم بود هنوز سوالات زیادی دارد، ولی عالی جناب دوک جمله آخر را چنان قاطعانه ادا کرد که مجالی برای ادامه گفتگو باقی نگذاشت. در طول این سوال و جوابها فهمیدم که عالی جناب دوک هولدرنس تحت تأثیر روحیه اشرافیش تمایلی به طرح مسائل خانوادگی با غریبه ها و به ویژه غیر اشراف ندارد و به شدت از این کار می پرهیزد. بدیهی است بیش از همه از این واهمه داشت که با طرح چنین سوال و جوابهایی زوایای تاریک و نکات مبهم زندگیش برملا شود و ماجرا به آبروریزی بیانجامد. به محض خروج دوک و منشی مخصوصش، هولمز تحقیقات مقدماتی را آغاز کرد. از بازرسی اتاق جوان فراری، متاسفانه مدرک قابل توجهی به دست نیامد. با وجود این مطمئن شدیم که او از طریق پنجره و پیچک روبروی آن فرار کرده. در اتاق معلم آلمانی نیز اوضاع از همین قرار بود. در پای پیچک مقابل اتاق هایدگر به تعدادی شاخه برخوردیم که معلوم بود در اثر سنگینی وزن بدن معلم آلمانی شکسته. خوشبختانه در زیر نور فانوس جای پایش هنوز به وضوح دیده می شد. این دو تنها نشانه هایی بودند که فرار ناگهانی هایدگر را تایید می کردند. دقایقی بعد به اتاق من بازگشتیم، ولی هولمز گفت کارهایی دارد که باید به تنهایی انجام دهد. بنابراین از اتاق بیرون رفت و حوالی ساعت 11 شب بازگشت. به محض ورود به اتاق نقشه جغرافیایی منطقه را که به طریقی به دست آورده بود روی تخت خوابش پهن کرد و به دنبال آن پیپش را گوشه لبش گذاشت. سپس با دقت به مطالعه نقشه مشغول شد و همانطور که با دسته پیپش به علائمی روی نقشه اشاره می کرد گفت: واتسون، احساس میکنم این ماجرا لحظه به لحظه جالبتر میشه. احساست کاملا درسته هولمز. پیش از هر چیز باید با موقعیت جغرافیایی منطقه کاملا آشنا بشیم، چون تو تحقیقات بعدیمونم بسیار مهم خواهد بود. حالا خوب به این نقشه نگاه کن. مدرسه پرایری با این مربع هاشور زده مشخص شده. بله. این خط مسیر جاده اصلی رو نشون میده که از شرق به غرب امتداد داره و در ضمن از کنار مدرسه پرایری هم میگذره. درسته. ولی همونطور که میبینی واتسون، تا کیلومترهای جاده فرعی وجود نداره و همین ثابت میکنه فراریان ما بی تردید از مسیر جاده اصلی گریختن. دقیقاً. خوشبختانه با تحقیقاتی که همین امشب انجام دادم تقریبا مطمئنم که در شب ماجرا چه کسایی از این جاده عبور کردن. در شب ماجرای پاسبان محلی از ساعت 12 تا 6 صبح سر اولین تقاطع قسمت شرقی جاده کشیک می داده. خوشبختانه این پاسبان امشب همونجا بود، بنابراین تونستم صحبت مفصلی باش بکنم. اون مدعی بود که یه لحظه پستش رو ترک نکرده. با قاطعیت گفت که اون شب هیچ پسر بچه یا مردی از این جاده عبور نکردن. پاسبانی که صحبتشو میکنم واتسون آدم جدی و وظیفه شناسی به نظر میومد و به صحت گفتاش یقین دارم. بنابراین به عقیده من باید از انتهای جاده در این نقطه صرف نظر کنیم و به سراغ انتهای دیگه اون بریم. یعنی اینچه؟ درسته. در این نقطه یه مسافرخونه هست به اسم گاو میش قرمز. اینطور که فهمیدم در شب ماجرا زن مسافرخونه دار به شدت بیمار میشه و به خاطر همین به دنبال پزشکی که در مکلتون سکونت داره میفرستن. متاسفانه دکتر قبلا به عیادت بیمار دیگه رفته بود و به ناچار اوایل صبح سراغ این زن بیمار میاد. ولی اقوام این زن که به شدت نگران و مضطرب بودند همینطور کنار جاده میایستن و تا صبح چشم به راه دکتر میمونن. عجب. بر مبنای اظهارات یکی از اونا که تا صبح مراقب بوده هیچ کس واتسون از جاده عبور نکرده. بسیار خوب.
اگه اظهارات این شاهدم صحت داشته باشه به این نتیجه میرسیم که فراریان ما اساساً از این جاده نگذشتن. پس موضوع دوچرخه چی میشه؟ صبر داشته باش، به دوچرخه هم میرسیم. فعلا بذار به همین ترتیب پیش بریم و از مسیر اصلی منحرف نشیم. باشه. خب حالا اگه این دو نفر از جاده اصلی نرفته باشن، یا باید از طریق دشت شمال مدرسه فرار کرده باشن، یا برعکس از طریق اراضی جنوب اون. در این صورت باید این دو مسیر رو مقایسه کنیم و نکات مثبت و منفی رو نسبت به هم بسنجیم. در مسیر جنوب مدرسه همونطور که میبینی به دیوار سنگی بزرگی میرسیم که بی تردید نمیشه با دوچرخه از اون عبور کرد. آره. پس بهتر اصلا این مسیر رو کنار بذاریم و توجهمون رو به مسیر شمالی مدرسه معطوف کنیم. تو این مسیر بلا فاصله بعد از مدرسه قلمستانی وجود داره که در نقشه با نقطه چین مشخص شده. آره اینجا. آره. و راگت شاو نام داره. بعد از اون دشت وسیعی شروع میشه که در حدود 12 کیلومتر امتداد داره و به تپه های دور دست منتهی میشه. کاخ هولدرنس در مجاورت این دشت قرار داره و فاصله اونم با جاده اصلی 12 کیلومتر و با دشت 8 کیلومتره. خب این اراضی کاملا متروکن و فقط 2-3 تا کشاورز تو قطعات کوچیک متعلق به خودشون کشاورزی و دامداری میکنن. به جز این کشاورزا پرندگان وحشی ساکنان اصلی این اراضی هستند. مگر اینکه اونقدر بالا بری تا به جاده چسترفیلد برسی. همونطور که میبینی اینجا یک کلیسا درسته و یک مهمانسرا وجود داره و من مطمئنم شکار ما جایی در همین ناحیه مخفی شده. ولی آخه بس دوچرخه. میدونم واتسون، ولی توجه داشته باش که یک دوچرخه سوار ماهر نه تنها در جاده اصلی که تو جاده خاکی هم میتونه با مهارت رکاب بزنه. خب آره، تو این دشت هم جاده های خاکی زیادی هست. علاوه اون شب بدر کامل بوده و بنابراین دوچرخه سوار دید کافی هم داشته. بفرمایید. آه خدا رو شکر، بالاخره سرنخی پیدا شد. آه. این کلاه ورزشی لورد سالتایره، فکر میکنم حالا دیگه به رد پای رسیده باشیم. پروفسور این کلاه کجا پیدا کردید؟ تو گاری کولی هایی که چند روز قبل تو دشت مجاور خیمه زده بودن. اونا روز سه شنبه این محل رو ترک کردن، ولی پلیس تعقیبشون میکنه و کاروانشون رو متوقف میکنه و تو یکی از گاریهاشون این کلاه رو پیدا میکنه. درباره این که چطور این کلاه از گاری اونا سر در آورده توضیح هم دادن؟ بله، یه چیزایی گفتن ولی بی تردید دروغ محض بوده. ادعا میکنن این کلاه رو سه شنبه در جایی از جلگه که خیمه زده بودن پیدا کردن. شخصا با شناختی که از کلیا دارم مطمئنم از محل این پسر بچه اطلاع دارن. جای شکرش باقیه که بازداشت شدن، برای اینکه بالاخره یا چوب قانون یا کیسه پول دوک به حرفشون میاره و حقیقت رو خواهند گفت. شبتون بخیر آقایون. خب تا اینجا بد نشد. آره، چون حداقل حدس منو درباره فرار اونها از طریق مسیر شمالی تایید میکنه. واتسون، جستجو تو این مسیر خیلی مفید خواهد بود. پلیس به جز دستگیری مش کولی کار مثبتی انجام نداده. نگاه کن واتسون، اینجا بین مدرسه و کاخ هولدرنس یک آبراه وجود داره که بعضی جاها عریض و تبدیل به باتلاق میشه. درسته. شاید بتونیم رد پای تو این مسیر پیدا کنیم، چون تو نقاط دیگه دشت زمین اونقدر خشکه که مشکل بشه رد پای پیدا کرد. آره. خب صبح زود بیدارت میکنم و به اتفاق میریم. اونجا شاید بخت یاریمون کنه و بتونیم چیزهایی پیدا کنیم. حتما. کاملا سپیده نزده بود که بیدار شدم و دیدم هولز با لباس کامل کنار تخت من ایستاده. به نظر می رسید لحظاتی قبل از بیرون بازگشته. واتسون، محوطه چمن و انبار دوچرخه رو بررسی کردم. خب سری هم به قلمستان راگت شاو زدم. بجون واتسون، زود باش، تو اتاق بغلی شیرکاکو حاضره. التماس می کنم عجله کن چون روز طولانی در پیش داری. باشه باشه هولز.
درخشندگی خاص چشمها، گونه های سرخ و قیافه شاداب و سر حال شلوک هولمز چهره هنرمندی را تداعی می کرد که تابلوی مورد نظرش را در ذهن مجسم کرده و حالا در آستانه پیاده کردنش روی بوم نقاشی است. از بیتابی و بیقراریش نیز فهمیدم روز سخت و پرتلاشی پیش رو خواهیم داشت. شروع کار بسیار مایوس کننده بود. با امید بسیار به دل دشت زدیم و از میان علف‌های زرد رنگ و پوسیده که در جای جای آن رد سم هزاران گوسفند به چشم می‌خورد، گذشتیم تا به منطقه وسیعی پوشیده از علف‌های سبز رنگ رسیدیم که محدوده باتلاقی را که بین ما و کاخ هولدرنس قرار داشت مشخص می‌کرد. ولی کماکان رد پایی پیدا نکردی. اگر پسرک به سمت خانهش رفته بود، باید از این مسیر عبور میکرد که در این صورت حتما رد پایی از خودش به جا میگذاشت. اما هیچ اثری از او یا معلم آلمانیش دیده نمیشد. قیافه هولمز به شدت گرفته و ناراحت بود. خب، این از باتلاق اولیه. اون پایین یک کمون طرفتر یه باتلاق دیگه هم هست که انگار از وسط باریک شده. آره، از این طرف باتون. سب کن. چی شد؟ ببین چی اینجاست باتون. آفرین ها، براو، بالاخره پیداش کردیم. اثر لاستیک دوچرخه. بله، رد دوچرخه است، ولی نه دوچرخه مد نظر من. واتسون، من با شکل شیارهای 42 و لاستیک دوچرخه دقیقا آشنا هستم و به خاطر همینم مطمئنم این اثر یک لاستیک نوع دانلوپه که یه نقطه اونم پنچرگیری شده. در صورتی که لاستیک دوچرخه هایدگر از نوع پالمر بود که شیارهاش به شکل خطوط راسته. هایدگر دوچرخه آقای ایولینگ معلم ریاضی مدرسه رو برداشته و اون این موضوع رو تایید میکنه. بنابراین دوست من، این رد دوچرخه مال هر کسی هست، به دوچرخه هایدگر که ما دنبالش هستیم مربوط نمیشه. پس حتما مال پسر است. احتمال داره، ولی مشروط بر این که مطمئن باشیم با دوچرخه فرار کرده، که در این موردم تا حالا به نتیجه‌ای نرسیدیم. ضمناً اگه خوب دقت کنی متوجه میشی که این دوچرخه سوار داشته از مدرسه دور میشده. یا شایدم به طرف مدرسه میرفته. نه، نگاه کن واتسون عزیزم، نگاه کن یه بار دیگه. اثر عمیق همیشه به چرخ عقب مربوطه، چون سنگینی وزن رکابزن رو تحمل میکنه. درست. ضمن این که گردش چرخ عقب در بیشتر مواقع اثرات کم عمق چرخ جلویی رو هم از بین میبره. بنابراین اگه خوب دقت کنی مطمئن میشی که مسیر دوچرخ سوار بدون شک از مدرسه رو به بیرون بوده. ممکنه رد این لاستیکا به تحقیقات ما ربطی نداشته باشه، ولی قبل از اینکه جلوتر بریم بهتره مسیرش رو به عقب دنبال کنیم. تو نابغه ای هولمز. همین کار را کردیم و در کنار برکه کوچکی به رد دیگری برخوردیم که تقریباً زیر سم گاوها و گوسفندها محو شده بود. اندکی بعد به قلمستان رگتشاو رسیدیم، جایی که مدرسه از پشت درختان آن دیده می شد. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که دوچرخ سوار از این نقطه شروع به رکاب زدن کرده. خوب، احتمال میدم که مردک حقباز برای ردگم کردن لاستیک دوچرخش رو عوض کرده باشه. دست و پنجه نرم کردن با مجرمی که چنین کارهایی به فکرش خطور کرده مایه مباهاته واتسون. حالا باید به باتلاق خودمون برگردیم و کار نیمه تموممونو به پایان برسونیم. به جستجوی دقیقمان در کناره قسمت خیس خورده دشت ادامه دادیم تا
تا سرانجام پشت کارمان به ثمر نشست. درست در قسمت پایینی باتلاق جاده گلالود قرار داشت که در آن به رد واضحی از لاستیک دوچرخه برخوردیم که بی‌شباهت به دسته سیم‌های تلگراف نبود. ردی که طبق اظهارات هولمز به لاستیک پالمر تعلق داشت. آره، بالاخره آقای های دیگر رو پیدا کردیم. واتسون عزیز، دیدی بالاخره حسابای من درست از کار در اومد؟ تبریک میگم هولمز. عجله نکن، هنوز راه زیادی در پیش داریم. لطفا از مسیر جاده قدم بر ندار. خب حالا بیا ردشو دنبال کنیم، گرچه میترسم که خیلی از این جلوتر نره. اگه خوب دقت کنی متوجه میشی که رکابزن ما از این نقطه به بعد به سرعت خودش اضافه کرده. آره آره. اینجا رو نگاه کن واتسون. نگاه کن. اثر چرخهای جلو و عقب کاملا شبیه هم دیگه است و این میرسونه که دوچرخه سوار برای اینکه سریعتر رکاب بزنه از روی زین بلند شده و خودش رو روی دسته دوچرخه خم کرده. فشار زیاد بر دسته دوچرخه باعث شده لاستیک جلویی مثل چرخ عقب روی زمین خوب جا بندازه. بیا انگار اینجا از روی دوچرخه پرت شده. شاید دوچرخه لیس خورده، سرنشینش هم پرت شده یک گوشه. شاید. واتسون، اینا رو میبینی؟ آره. هولمز مشتی گل صحرایی کنده شده را از روی زمین برداشت و جلوی چشمان من گرفت. با دیدن گلها وحشت سراپای وجودم را فرا گرفت. تمامشان به خون آغشته بود. به راهمان ادامه دادیم. جلوتر در فواصل کمی از یکدیگر لکه های خون دلمه شده وجود داشت. واتسون، احساس بدی دارم، خیلی بد. لطفاً طوری قدم بردار که رد پا از بین نره. باش. به نظر من دوچرخه سوار اینجا پرت شده روی زمین و زخمی شده، ولی به هر جون کندنی بوده خودشو جمع جور کرده و دوباره سوار دوچرخه شده. عجیب اینجاست که هیچ رد دوچرخه دیگه دیده نمیشه. آره، حتما یه گله گاوی تو این منطقه بوده، ولی مسلماً گاوا به اون حمله نکردن. واتسون، باید همین طور این لکه های خون رو تعقیب کنیم. باش. فکر میکنم دیگه نمیتونه از چنگ ما فرار کنه. این بار جستجوی ما زیاد طول نکشید. آثار دوچرخه به صورت غیر معقولی پیچ در پیچ شده بود و همینطور که با دقت به زمین نگاه می کردیم، درخشش قطعی فلزی میان علف‌ها توجه من را جلب کرد. لحظاتی بعد دوچرخه‌ای با لاستیک‌های پالمر را که یکی از رکاب‌هایش خمیده و خون تمام قسمت جلوی آن را فرا گرفته بود، از لابلای علف‌ها بیرون کشید. در طرف دیگر بین علف‌ها لنگ کفشی دیده می‌شد. بلافاصله به آن سو دویدیم و در نهایت ناباوری و تأسف با جسد بی جان و خون‌آلود دوچرخه سوار مواجه شدیم. مردی بلند قد با ریشی توپی و عینکی بر چشم که یکی از شیشه‌هایش خرد شده بود. علت مرگ ضربه بسیار شدیدی بود که با جسم سنگینی به سرش زده بودند. ضربه آنچنان محکم که قسمتی از جمجمه‌اش کاملا خرد شده بود. از قدرت بدنی فوق‌العاده دوچرخه سوار همین بس که حتی پس از چنین ضربه مرگباری باز هم دست از تعقیب قاتل یا قاتلانش بر نداشته و همچنان به دنبال آنها رفته بود. جوراب به پا نداشت و با بازرسی بیشتر مشاهده کردیم که در زیر کتش فقط زیر پیراهن نازکی بر تن دارد. مطمئن بودیم که مقتول
هایدگر معلم زبان آلمانی است. هولمز به منظور کسب اطلاعات بیشتر جنازه را به آرامی چرخاند و پس از بازرسی آن لحظاتی سکوت کرد. از حالت چهرهش معلوم بود سوالات بی جوابی رنجش می دهد. آه واتسون، موندم چه بکنم؟ از یه طرف به مرحله رسیدیم که باید بدون وقفه و از دست دادن وقت بیشتر به تحقیقاتمون ادامه بدیم، از طرف دیگه وظیفه وجدانی ما ایجاب میکنه به سرعت این جنایت رو به پلیس اطلاع بدیم تا جسد این مرد بدبخت رو به جای مناسبی ببرن. من این کار رو انجام میدم. نه تو باید بمونی، خیلی کار داریم. ساکن. انگار یه نفر اون دورا علف درو میکنه. اگه بتونی صداش بزنی همه کارا حل میشه. باشه. بلا فاصله به دنبال مرد کشاورزی که در فاصله تقریبا دوری علف درو میکرد رفتم و او را با خود آوردم. هولمز یادداشتی نوشت و به مرد داد و از او که معلوم بود به شدت ترسیده خواست هرچه سریعتر آن را به پروفسور هاکستبل در مدرسه پرایری برساند. کشاورز به دنبال این مأموریت دوان دوان از ما دور شد. خب واتسون، تا این لحظه موفق شدیم دو مدرک مهم به دست بیاریم. اولی دوچرخه بالاستیک پالمر که ما رو تا اینجا رسوند و دومی همون دوچرخه اولی که لاستیک دانلوپ وصله دار داشت. ولی فعلا بهتر تحقیقاتی رو که تا به حال انجام دادیم و نتایجی رو که آیدمون شده از نو بررسی کنیم و با کنار گذاشتن مطالب اضافی و بیهوده به اصل مطلب برسیم. در ضمن بیش از هر چیز باید بگم که من اطمینان دارم این پسر بچه با میل خودش فرار کرده، یک تنه یا به کمک یه نفر دیگه. حالا سراغ این معلم آلمانی بی‌نوا بریم. با تحقیقاتی که از اتاق لورد سالتایر به عمل آوردیم ثابت شد پسرک پس از پوشیدن لباس کامل گریخته، که همین ثابت میکنه ماجرای فرار طبق نقشه و آمادگی قبلی بوده. از طرفی همونطور که دیدی معلم آلمانی جورابم پاش نبود، که نشون میده با شتاب زیاد از اتاق خارج شده بدون شرط. ولی چرا با شتاب واتسون؟ چرا با شتاب؟ خب معلومه، برای اینکه تصادفی از پنجره اتاقش متوجه فرار پسرک میشه و تصمیم میگیره به سرعت به اون برسه. به خاطر همین با عجله با همون سر و وضعی که در اتاق داشته از پنجره روی پیچک میپره و پایین که میرسه اولین دوچرخه‌ای رو که میبینه برمیداره و به تعقیب لورد سالتایر میپردازه و متاسفانه جانش رو در این راه از دست میده. بله ظاهرا همینطوره. خب حالا به نکته حساس میرسیم. ببین واتسون، معمولا وقتی کسی در همچین شرایطی قصد تعقیب یکی رو داشته باشه اولین هدفش اینه که هرچه سریع تر به طرف برسه. طبیعیه. خب خیلی ها توی همچین شرایطی میدونن، ولی در این مورد به خصوص معلم آلمانی با وجود اطمینان از تواناییش در سریع دویدن سوار دوچرخه میشه، که ظاهرا دوچرخه سوار بسیار ماهری هم بوده. ولی چرا؟ مسلما برای اینکه پسر بچه‌ام پای پیاده نبوده و هایدگر با دویدن بهش نمی‌رسیده و برای همین از دوچرخه استفاده می‌کنه. به این ترتیب معمای دوچرخه دومی هم حل شد. هنوز نه کاملا. چرا؟ فعلا بهتره به بازسازی ماجرا ادامه بدیم. معلم آلمانی در 8 کیلومتری مدرسه به استقبال مرگ میره. خب؟ حالا خوب توجه کن واتسون، مرگ هایدگر با شلیک گلوله یک هفت تیر صورت نگرفته. مرگ اون در اثر ضربه بسیار سنگین و مهلکی بوده که حتما بازوان یک مرد قوی هیکل وارد آورده، چیزی که از عهده پسرک خارجه و همین ثابت میکنه شخص دیگه ای هم همراه پسرک بوده. ضمن اون که اونقدر سریع و شتاب زده فرار میکردن که حتی هایدگر به رغم مهارت زیاد در دوچرخه سواری پس از 8 کیلومتر به اونها میرسه واتسون. اشکال کار در اینه که به رغم بازرسی دقیق محل وقوع جنایت چیزی پیدا نکردیم، فقط رد سم یک گله گاف، همینو بس. متاسفانه وجب به وجب همه جا رو نگاه کردم، نه رد پای انسانی بود و نه رد لاستیک دوچرخه‌ای. هیچ جاده و کوره راهی هم تا 40 متری محل جنایت وجود نداره. همه اینها نشون میده که اساساً دوچرخ سوار دیگه‌ای وجود نداشته. ولی هولمز، این غیر ممکنه. آفرین.
کاملا درست حد زدی. با اما وقتی غیر ممکن به نظر میرسه که آدم در حل اون اشتباهی مرتکب شده باشه. در این مورد به خصوص هم اطمینان دارم که در جای اشتباه کردم. میتونی حدس بزنی کجا واتسون؟ ممکنه هایدگر بعد از پرد شدن سرش خورد شده باشه. اینجور با شدت؟ اونم در زمینی الفزار؟ نمیدونم چی بگم، من که پاک گیج شدم. نه خودتو نباز واتسون، ما معماهای پیچیده تر از اینم حل کردیم، ضمن اون که مدارک و اطلاعات زیادی هم در دست داریم، فقط باید به خوبی از اونا استفاده کنیم. خب حالا که مسئله دوچرخه با لاستیک پالمر حل شده، بهتره به سراغ دوچرخه دیگه بریم، همونی که لاستیک دانلوب داره. آره. بدین ترتیب به دنبال یافتن ردی از دوچرخه مورد نظر به راه افتادیم. به تدریج از کنار آبراه گذشتیم و به انتهای دشت رسیدیم که به جاده باریک و پرپیچ و خمی منتهی می شد. کمی که در جاده پیش رفتیم، دیگر کوچکترین اثری از لاستیک دانلوب دیده نمی شد. برج‌های کاخ هولدرنس از دور پیدا بود. روبروی من دهکده کوچکی قرار داشت که از آن فاصله خاکستری به نظر می رسید. جاده چسترفیلد در امتداد دهکده کشیده شده بود. در ادامه راه خود به مهمان سرای فوق‌العاده کثیف و نفرت انگیزی به نام خروس جنگی رسیدیم. در اینجا بود که مچ پای هولمز ناگهان پیچ خورد. از درد نعره‌ای کشید و در پی آن شانه های مرا محکم گرفت که به زمین نیفتد. لنگ لنگان به مهمان سرا رسید. مرد تنومند میانسالی جلوی در چنبات مزده بود و پیپ میکشید. حالتون چطور آقای روبن هیز؟ شما کی هستین؟ اسم و رسم من ها کجا میدونین؟ این اسم پشت سرتون و در بالای در نوشته شده. با دیدن شما حد زدم که صاحب مهمان سرا باشید. راستی تو دم و دستگاه شما یک کالسکه چهارچرخه پیدا میشه؟ نه. میبینید که اصلا نمیتونم پامو زمین بذارم. پس بهتر اونو زمین نذاری. پس چطوری راه برم؟ مجبور نیستی راه بری، لیلی برو. ببینید آقا، من خیلی کار دارم و باید به کارام برسم. من ربطی نداره. ولی به من خیلی ربط داره. حاضرم یه سکه طلا برای کرایه دوچرخه شما بپردازم. تا کجا میخوای بری؟ تا کاخ هولدرنس. هولدرنس لابد از دوستان حضرت عجل هستین ها؟ نه اونقدر، ولی به هر حال از دیدن ما خوشحال میشن. چطور؟ برای اینکه خبرای خوبی از پسر گم شده شون داریم. چطور شد؟ یعنی شما هم دارین دنبال پسر دوک میگردین؟ بله، توی لیورپول پیدا شده و احتمال داره هر آن وارد بشه. البته با کاری که دوک با من کرده دلیل نداره بخوام اونو خوشحال ببینم. من قبلا درشکچی دوک بودم، کاری ندارم که چقدر با من بد رفتار میکرد، ولی ناراحتیم از اینه که بدونه که حتی یه پول سیام به امده اخراجم کرد. با این وجود خوشحالم که دوک جوانو تو لیورپول میبینم. حالا مثل این که حسن نیتم رو ثابت کنم، حاضرم شما دو نفر تا کاخ هولدرنس برسونم. خیلی متشکرم، ولی فکر میکنم بهتر یه چیزی بخوریم و وقتی که ما مشغول صرف غذا هستیم شما هم میتونید دوچرختون رو آماده کنید. من دوچرخه ندارم. حتی با وجود این سکه؟ باور کنید من هیچ وقت دوچرخه نداشتم، ولی حاضرم دوتا اسب در اختیارتون بذارم. اشکالی نداره، بعد از صرف غذا دربارش صحبت میکنیم. لحظاتی بعد به آشپزخانه مهمانسرا رفتیم که بیشتر به یک غار سنگی شباهت داشت. دور تنها میز موجود در آن نشستیم. عجیب اینجاست که مچ پای هولمز همانطور که ناگهان پیچ خورده بود، ناگهان هم خوب شد. ما دو نفر که از صبح چیزی نخورده بودیم، سر فرصت و با اشتهای فراوان غذای من را تمام کرد. ولی در تمام مدتی که مشغول خوردن غذا بودیم، هولمز به شدت در فکر فرو رفته بود. او دوبار از جای خود بلند شد و از پنجره آشپزخانه بیرون را نگاه کرد.
پنجره آشپزخانه به حیات خلوت شلوغ و کثیفی باز می شد که در یک گوشه آن آهنگری کوچکی قرار داشت و پسر بچه‌ای غرق در دوده و گرد و خاک در آن به کار مشغول بود. استبل هم در گوشه مقابل قرار داشت. هولمز دفعه دوم که به حیات نگاه کرد و سر میز بازگشت، اندکی سکوت کرد و سپس ناگهان از جا پرید. بالاخره فهمیدم. شنیدی چی گفتم واتسون؟ بله بالاخره فهمیدم. حالا دیگه 100% مطمئنم. واتسون تو رد پای گاف ها یادت میاد؟ بله کاملا یادمه. خیلی هم زیاد بود. تقریبا همه جا بود. سر تا سر دشت، در امتداد جاده، حتی جایی که هایدگر به قطر رسیده بود. کاملا درسته. ولی واتسون اگه یادت باشه حتی یک گاف هم تو مسیر ندیدیم. بله حق با شماست. یادم نمیاد حتی یه رسگاوم دیده باشه. به نظرت عجیب نیست؟ منظورم اینه که همونطور که گفتی سر تا سر مسیر پر از جای پای گاو بود، در صورتی که حتی یک گاوم از اونجا عبور نکرده. عجیبه نه؟ باور نکردنیه. خب واتسون حالا بذار قدری به عقب برگردیم. یادت میاد که جای پای گاو ها چه شکلی بود؟ بله خوب یادم. ببین واتسون، به این خورده نون ها نگاه کن. خب اگه یادت باشه رد پای گاف ها بعضی اوقات این شکلی، گاهی این شکلی و به ندرت هم این شکلی بود. بله ولی هرچی فکر میکنم شکل آخری یادم نمیاد. ولی من دقیقا به خاطر دارم و حاضرم قسم بخورم با وجود این، برای اینکه خیالت هم راحت بشه یک بار دیگه به اونجا میریم. راستش تعجب میکنم که چطور همون موقع متوجه قضیه نشدم. من که اصلاً سر در نمیارم هولمز. راجع به چی صحبت میکنی؟ دارم فکر میکنم که این چنو گاویه که هم راه میره، هم میدوه و جالبتر از همه در صورت لزوم چارنل هم میتازه. آره نه واتسون، یه آدم دهاتی هیچ وقت قادر نیست همچین کلک استادانه ای جور کنه. خب انگار تو حیات جز پسرک آهنگر کسی دیگه نیست. وقتش رسیده که بریم تو حیاتو یواشکی سر گوشی آب بدیم. فکر خوبیه. نل قدیمیه ولی از میخاش معلومه که اونو تازه زدن. درسته. باتون باور کنی ماجرا واقعا جالبه و در زمره ماجراهای کلاسیک. خب حالا بیا بریم سراغ آهنگری. بریم. پسرک بی اعتناب حضور ما به کار خود مشغول بود، ولی هولمز به انبوهی از آهنهای قرازه و چوبهای کهنه نگاه می کرد و چشمانش به چپ و راست می چرخید، گویی در جستجوی شیء به خصوصی بود. در همین لحظه صدایی از پشت سرمان شنیدیم. روبن هیز با چهره خشمگین و چشمانی که از شدت عصبانیت در زیر ابروان پرپشتش می درخشید با حالتی تهدیدآمیز به سوی من می آمد. چنان خشمگین بود که تمام هیکل نخراشیدش از فرط عصبانیت می لرزید. عصای سنگینی در دست داشت که یک سر آن آهنی بود. بی اختیار دستم را در جیب کتم فرو بردم و هفتیرم را محکم چسبیدم. اینجا چی کار میکنی جاسوسای کثیف؟ مواظب حرف زدنتون باشین آقای هیز. طوری حرف میزنید انگار از برملا شدن موضوعی به شدت وحشت دارید. هنوز جمله هولمز تمام نشده بود که روبن هیز بر جای خود میخکوب شد. از حالت چهره و به خصوص چشمهایش معلوم بود نگرانی فزایندهی وجودش را فرا گرفته، اما بلا فاصله حالتش تغییر کرد و در حالی که میکوشید خود را خونسرد و بی اعتنا نشان دهد، لبخندی زورکی به لب آورد
که بیشتر به زهرخند شباهت داشت. نه خیر آقا، اصلا مسئله نیست، شما مجازی هر جایی که میخواین و بازرسی کنین، ولی من اصولا دوست ندارم غریبه ها بدون اجازه تو سوراخ‌های مهمون سرام سرک بکشن. حالا ممنون میشم که زودتر صورت حسابتون رو پرداخت کنین و از جا برین. بسیار خوب آقای هیز، باور کنید به هیچ وجه قصد مزاحمت نداشتیم، فقط میخواستیم اسباتون رو ببینیم. ضمناً تصمیم گرفتیم باقی راه و تا کاخ پیاده طی کنیم. فکر نمی کنم خیلی طولانی باشه. اون قدم دور نیست، حدود 3 کیلومتر از جاده سمت چپ. شده و هرچی جلوتر میریم سرترم میشه. دلم برای اون مهمون سرای کثیف تنگ شده، چون حداقل جای گرم و نرمی بود. به هر حال هرچی فکر میکنم میبینم به هیچ وجه نمیتونم از این کار دست بکشم. در هر صورت اطمینان دارم این مردک بی سر و پا روبن هیز نقش مهمی تو این ماجرا داره. خباثت و تبرکاری از سر رو روش میبارید. عجب، پس تو هم همین احساسو کردی؟ آره، ولی بهتره بدونی که اون آهنگری کوچک و اون اسبا خیلی چیزا رو روشن میکنه. به نظر من این مهمونسرای خروس جنگی جای بسیار جالبیه و لازمه که دوباره به اونجا برگردیم، البته پنهانی. آره. تپه کوچکی پشت سرمان قرار داشت. از تپه که بالا رفتیم کاخ هولدرنس دیگر به وضوح دیده میشد. همینطور که به کاخ خیره شده بودیم، ناگهان متوجه شدیم دوچرخه سواری با سرعت بسیار به طرف مهمان سرا رکاب می زند. هولمز به سرعت شانه هایم را گرفت و مرا پایین کشید. هنوز کاملا دراز نکشیده بودیم که دوچرخه سوار مثل برق و باد از برابرمان گذشت. با وجود گرد و خاک زیادی که راه انداخته بود، چهره او را کاملا تشخیص دادم. دهانی باز، چشمانی که فقط به جلو نگاه می کرد و چهره‌ای که نگرانی و استراب در آن موج می زد. کاریکاتور وحشتناکی از قیافه آرام آقای جیمز وایلدر، منشی مخصوص دوک. واتسون، دیدی کی بود؟ منشی دوک. باشو، باید عجله کنی، باید بفهمیم با این عجله کجا می رفته. دقایقی بعد از تپه پایین آمدیم و در جایی کاملا مشرف به مهمان سرا پنهان شدیم. دوچرخه جیمز وایلدر کنار دیوار مهمان سرا بود. از داخل مهمان سرا نه صدایی به گوش می رسید و نه سایه‌ای پشت پنجره‌هایش دیده می شد. کم کم به غروب نزدیک می شدیم و خورشید از پشت برج‌های کاخ پایین می رفت. دو تا از چراغ‌های دیواری استبل ناگهان روشن شد و به دنبال آن صدای سم اسبی به گوشمان رسید که 4 نعل به طرف کاخ هولدرنس می‌تاخت. خب واتسون، چی فکر می‌کنی؟ بگمونم کسی فرار کرد. آره، یه مرد که تنها تو کالسکه تک اسب نشسته بود. مطمئنم جیمز وایلدر نبود، چون اون کنار در مهمانسرا وایساده. آره.
هیکل جیمز وایلدر در مقابل نور قرمز رنگی که از داخل مهمانسرا به بیرون میتابید همچون سایه سیاهی در چهارچوب در دیده میشد. طوری ایستاده بود گویی در انتظار کسی است. طولی نکشید که سایه شخص دیگری نیز پیدا شد. به اتفاق داخل مهمانسرا رفتند و در را پشت سرشان بستند. 5 دقیقه بعد چراغ اتاقی در طبقه دوم روشن شد. مهمونای این مهمانسرا هم آدم های عجیب و غریبی هستن. حتما مثل جاهای دیگه مشتری های خصوصی داره. آره میدونم. ولی مثلا اینجاست که آدمی مثل جیمز وایلدر این وقت شب تو این مهمونخونه چی کار داره؟ و مهمتر از اون، شخصی که الان اومد کی بود و با جیمز وایلدر چی کار داشت؟ واتسون، مسئله مهمتر از این است. باید خطر کنم و از ماجرای ملاقات مرموز سر در بیارم. سپس آرام و آهسته به طرف مهمانسرا به راه افتادیم. دوچرخه هنوز کنار در بود. هولمز کبریتی روشن کرد و پس از بازرسی چرخ عقب لبخند زنان لاستیک دانلوپ وصله دار را نشانم داد. من باید یه نگاهی به داخل اتاق بالا بندازم. واتسون، اگه به دیوار تکیه بدی و محکم بایستی فکر میکنم بتونم این کار انجام بدم. باشه. لحظاتی بعد پاهای هولمز روی شانه های من بود. پس از نگاه کوتاهی به داخل اتاق روی زمین پرید. دوست عزیز، کار امروز ما تموم شد. فکر میکنم اطلاعات کافی جمع‌آوری کردیم. راه درازی هم در پیش داریم. بنابراین بهتر هرچه زودتر برگردیم. در بازگشت هولمز سکوت کرد و کلمه ای از دهانش خارج نشد. در مسیرمان سری هم به ایستگاه مکلتون زدیم و هولمز چند تلگراف مخابره کرد. بعد از آن یک راست به مدرسه پرایری بازگشتیم و هر کدام به اتاقهای خودمان رفتیم. بعد از مدتی صدای هولمز به گوشم رسید که پروفسور هاکستبل را دلداری می داد. ظاهراً از مرگ فجیع هایدگر معلم آلمانی خیلی ناراحت شده بود. طولی نکشید که هولمز به اتاق من آمد. طبق معمول با همان انرژی و حرارت همیشگی دستهایش را به هم زد و گفت: واتسون، همه چیز به خوبی پیش میره. مطمئن باش تا فردا بعد از ظهر معما رو حل خواهم کرد. امیدوارم. پس از ورود به کاخ از طریق یک در چوبی باشکوه به سبک دوره ملکه الیزابت به اتاق مطالعه دوک هولدرنس راهنمایی شدیم، ولی فقط جیمز وایلدر حضور داشت و خبری از دوک نبود. جیمز وایلدر در حالی که میکوشید مغرور و بی‌اعتنا جلوه کند ما را پذیرفت، ولی وحشت و ترس شب گذشته هنوز در نگاهش خوانده می شد. حرکات و لرزش های غیر ارادی دستانش نیز این گمان را تقویت می کرد. به هر جان کندنی بود خود را کنترل کرد و با خونسردی گفت: لابد برای ملاقات حضرت عجل اومدین، ولی متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم که حال ایشون هیچ خوب نیست و کسی رو نمیپذیرن. راستش خبر ناراحت کننده قتل معلم آلمانی به شدت ایشون رو به هم ریخته. پروفسور هاکستبل نتیجه تحقیقات شما رو تلگرافی به اطلاع حضرت اشرف رسوندن. آقای وایلدر، من باید حضرت عجل رو ملاقات کنم. عرض کردم ایشون بستری هستن و کسی رو نمیپذیرن. به این ترتیب مجبورم خودم به اتاق ایشون برم. چرا متوجه نمیشید؟ گفتم حضرت عجل بستری هستن. مهم نیست، کنار تخت خواب میشینم. بسیار خوب آقای هولمز، پس لااقل اجازه بدید به حضرت اشرف اطلاع بدم. سرانجام پس از 1 ساعت معطلی حضرت عجل وارد اتاق مطالعه شدند. ایشان بسیار آشفته و پریشان بودند و اثری از دوک دیروزی به جا نمانده بود.
شانه هایشان افتاده بود و چهرهشان بیشتر به مردگان شباهت داشت. به نظر می آمد از دیروز تا به حال چندین سال پیرتر شده. با وجود این با همان حالت اشرافی خاص خود به ما خوش آمد گفت و سپس پشت میزش نشست. ریش قرمزش آنقدر بلند بود که به روی میز می رسید. خب بگوشم جناب هولمز. آلی جناب، فکر می کنم اگه آقای جیمز وایلدر حضور نداشته باشن بهتر می تونیم صحبت کنیم. تا حضرت اجل چی دستور بدن؟ بله منم فکر می کنم بهتر ما رو تنها بذارید. بسیار خوب. حضرت اشرف، من و دوستم دکتر واتسون قبلا اطلاع پیدا کرده بودیم که جایزه بزرگی برای کشف این معما در نظر گرفتید. راستش قبل از هر چیز میخواستم درستی این خبر از خود عالی جناب جویا بشم. کاملا درسته. اگه اشتباه نکرده باشیم قسمت عمده این مژدگانی که مبلغ 5000 پونده به کسی تعلق میگیره که خبر صحیحی از محل پسر شما بده. بله کاملا صحیحه. و 1000 پوند دیگه به کسی که نام مرتکبان این آدم ربایی رو افشا کنه. بازم صحیحه. در مورد دوم منظور عالی جناب حتما شامل کسانی که به نحوی در این توطئه دست داشتند هم میشه، اینطور نیست؟ بله بله، و اگه جناب عالی کار خودتون رو خوب انجام داده باشید مسلما استحقاق دریافت این مژدگانی رو خواهید داشت. فکر میکنم اون دفترچه دست چک حضرت عجله. لطفا قبول زحمت کنید و یک چک به مبلغ 6000 پوند مرحمت بفرمایید در وجه بانک سرمایه گذاری درایستان شعبه خیابان اکسفورد. آقای هولمز، امیدوارم قصد شوخی و مزاح نداشته باشید چون من اصلا اهل این حرفا نیستم. ابدا قربان، باور بفرمایید تا به حال در عمرم تا این حد جدی نبودم. پس لطفا منظورتون رو واضح تر بفرمایید. منظورم اینه که من استحقاق دریافت هر دو جایزه رو دارم چون نه فقط از محل پسر شما بلکه از هویت مرتکبان این آدم ربایی هم کاملا آگاه هستم. پسرم کجاست؟ تو مهمون سرای خروج جنگی که در 3 کیلومتری کاخ واقع شده، حداقل تا دیشب که اونجا بود. و حالا شما چه کسی رو به این آدم ربایی متهم میکنید؟ شما رو متهم میکنم علی جناب. به حالا هم خواهش میکنم چک 2 جایزه رو مرحمت بفرمایید. قیافه دوک را در این لحظه هرگز فراموش نخواهم کرد. ناگهان از جا پرید و دستهایش را طوری تکان داد گویی به چاه سیاه و ژرفی سقوط کرده، ولی بلا فاصله تحت تأثیر شخصیت ذاتی و اشرافیش به هر طریقی بود بر اعصابش مسلط شد. چقدر میدونید؟ تا آخرشو. شب قبلم با هم بودید. به جز شما دو نفر کس دیگه یه از این ماجرا اطلاع داره؟ مطمئن باشید تا بار هیچ کس از این جریان آگاه نشده. میدونم که کشف شما و به خصوص آگاهی شما از این ماجرا برای شخصی مثل من فوق‌العاده ناراحت کننده خواهد بود و احتمالاً موقعیت منو متزلزل میکنه، ولی من سر قولم هستم و از سایچه که شما را تقدیم میکنم. باور کنید هرگز فکر نمیکردم با چنین سرعت و مهارتی به ماجرا پی ببرید. امیدوارم شما و دوستتون اصول رازداری رو مراعات کنین و این ماجرا به جایی درز نکنه. منظورتون رو نمیفهمم حضرت عجل. بهتره واضح تر عرض کنم. ببینید آقای هولمز، در حال حاضر فقط شما و دوستتون دکتر واتسون از این ماجرا اطلاع دارید. منظورم اینه که دلیلی نداره شخص یا اشخاص دیگه ایم از این موضوع مطلع بشن. البته من آدم نمک نشناسی نیستم و فکر میکنم با ارائه چکی به مبلغ 12000 پوند مسئله حل بشه. امیدوارم مخالفتی نداشته باشید. متاسفم حضرت عجل. راستش مسئله به این سادگی ها نیست. مهمتر از همه
موضوع هایدگر معلم آلمانی بینواست که به خاطر نجات لورد سالتایر جوان جونشو مفت از دست داد. ولی جیمز اطلاعی از این قتل نداشت. شما نمیتونید اونو به قتلی متهم کنید که شخصا مرتکب نشده. شما خودتونم میدونید که این جنایت وحشتناک کار اون مردک وحشی و گرگ صفته، همون آدم کثیفی که جیمز بدبخت نسنجیده از اون تقاضای کمک کرد. حضرت عجل، لطفاً به خاطر داشته باشید وقتی شخصی مرتکب چنین کارهای خلافی میشه که مسلماً پیامدهای فاجعه‌آمیزی به دنبال داره، وجداناً مسئول این پیامدها هم هست و در برابر فرشته عدالت باید جوابگو باشه. وجدان و قبول دارم آقای هولمز، ولی در برابر قانون نه. هیچ کس نمیتونه شخصی رو محکوم به جنایتی بکنه که در زمان وقوع اون حضور نداشته و از اون بی اطلاع بوده. بهتر به اطلاعتون برسونم که خود جیمز انقدر از این رویداد وحشتناک ناراحت و مضطرب شد که به محض آگاهی از اون تمام ماجرا رو از اول تا آخر برام تعریف کرد. ضمن این که بلافاصله ارتباط خودشو با قاتل قطع کرد. آقای هولمز، شما رو به هر کی دوست دارید و ایمان دارید قسم میدم به جیمز کمک کنید. اونو از این مخمصه نجات بدید. متوجه شدید چی گفتم؟ باید نجاتش بدید. دوک به شدت آشفته و ناراحت شده بود. حالا دیگر کوچکترین اثری از ابهت و اشرافیت در او دیده نمی شد. مشتهایش را گره کرده بود و با خشم و اندوه بسیار در اتاق قدم می زد. لحظاتی بعد، پس از اینکه تا حدودی بر اعصابش مسلط شد، روی صندلی نشست. آقای هولمز، به هر حال از شما بی نهایت سپاسگزارم که قبل از هر اقدام قانونی به خود من مراجعه کردین. چون حداقل حالا میتونیم با مشورت و تبادل نظر ترتیبی اتخاذ کنیم که حتی الامکان از افشای این ماجرا تا حدودی جلوگیری بشه. حضرت عجل، من در اختیار جنابالی هستم و مطمئن باشید از هیچ کمکی دریغ نمی کنم، ولی مشروط به اینکه جنابالی هم لطف کنید و قبل از هر اقدامی ماجرا رو از اول تا آخر بدون تحریف و ذره کم و کاست برام تعریف کنید. در ضمن تا یادم نرفته جنابالی دقایقی قبل اشاره کردید که جیمز وایلدر قاتل نیست و قاتل حقیقی هم فرار کرده. بله، قاتل حقیقی متاسفانه فرار کرد. انگار حضرت عجل از شهرت و دستاوردهای من اطلاعات چندانی ندارند، چون در غیر این صورت میدونستند هیچ مجرمی نمیتونه به آسانی از چنگال شرلوک هولمز فرار کنه. قاتل حقیقی که همون روبن هیز صاحب مهمانسرای خروس جنگیه ساعت 11 دیشب دستگیر شد و امروز صبح قبل از اومدن به اینجا طی تلگرافی از رئیس پلیس ایالتی تاییدیه این موضوع رو دریافت کردم. آقای هولمز، احساس میکنم شما از حسی ما فوق انسانهای معمولی برخوردارید. چقدر خوشحالم که این مردک کثیف روبن هیز دستگیر شد، ولی هنوز نمیدونم تأثیری در سرنوشت جیمز خواهد داشت یا نه. منظورتون جیمز وایلدر منشی مخصوصه؟ نه آقای هولمز، پسرم. چی؟ حضرت عجل، باید اعتراف کنم پاک گیج شدم. منظورتون رو روشن‌تر بیان بفرمایید. آقای هولمز، باید به عرضتون برسونم که منم مثل شما اعتقاد زیادی به راستی و درستی دارم. پس مطمئن باشید به هیچ و چیزی رو از شما پنهان نخواهم کرد، حتی اگه گفتنش باعث ناراحتیم بشه، چون با وضعی که پیش اومده فقط راستی و صداقت میتونه کمک موثری بکنه و منو از این گرفتاری و مصیبت ناشی از حسادت و کینه توزی بی حد و حصر جیمز نجات بده. باید به عقب برگردیم. من در جوانی به اقتضای سن و سالی که داشتم دلباخته دختر بسیار جوانی شدم، از همون عشقهایی که فقط یک بار در زندگی هر شخصی وجود داره. اینقدر عاشق و دلخسته اون بودم که حتی بهش پیشنهاد ازدواج کردم، ولی اون ضمن اشاره به اختلاف طبقاتی شدیدی که بین خانواده هامون وجود داشت تأکید میکرد این ازدواج بی تردید مانع پیشرفت اجتماعی و ترقی من در جامعه خواهد شد و در نهایت درخواست منو رد کرد. البته اگه اون ناگهان نمی مرد و زنده می موند، من به گفته هاش وقعی نمی زاشتم و باهاش ازدواج می کردم. ولی اون ناگهان مرد و این بچه رو برام گذاشت.
من به خاطر علاقه زیادی که به این دختر جوان داشتم و به خاطر شادی روحش تا اونجا که توان داشتم در نگهداری این بچه کوشیدم و از هیچ کوششی در حقش مضایقه نکردم، ولی موقعیت هم اجازه نمیداد این موضوع افشا بشه. با وجود این، تا جایی که از من برمی اومد برای تربیتش تلاش کردم و بهترین امکانات زندگی و تحصیلی رو برای اون فراهم کردم. حتی بعد از پایان تحصیلاتش برای اینکه پیش خودم باشه اونو به عنوان منشی مخصوصم نگه داشتم. اما سرانجام اون به این راز سر به مهر پی برد و از همون لحظه بدبختی و مصیبت من شروع شد. اون با توقعات غیر منطقی و نامعقول مدام منو تحت فشار میذاشت و تهدید میکرد. برای سر همین کارها و اعمال ناشایست اون بود که سرانجام زندگی زناشوییم از هم پاشید. بدتر از همه حسادت و تنفر عمیق و بی حدیه که نسبت به لورد سالتایر یگانه وارث قانونی من داره. حالا لابد بپرسید با این همه گرفتاری و دردسر چرا جیمز رو هنوز پیش خودم نگه داشتم؟ بله، دلیلش اینه که جیمز منو یاد مادرش میندازه و هر بار اونو میبینم چهره اون فرشته توی خیالم مجسم میشه. به همین خاطر هرگز قادر نبودم و نیستم که اونو از خودم دور کنم. بالاخره از ترس این که مبادا بلایی سر آرتور یعنی لورد سالتایر بیاره تصمیم گرفتم اونو در محل امنی مثل آموزشگاه شبان روزی پرایری که فاصله چندانی هم از اینجا نداره ثبت نام کنم. روبن هیز که اصولا تبهکار و جانی به دنیا اومده قبلا یکی از مستاجرای من بود و به علت خلافایی که از اون سر زد اخراجش کردم. هنوز نمیدونم جیمز چطور با این تبهکار آشنا شد. گو این که از مدت ها قبل می دونستم جیمز متاسفانه تمایل زیادی به دوستی و معاشرت با آدم های ناباب داره. ظاهرن وقتی جیمز تصمیم به ربودن آرتور می گیره موضوع رو با روبن هیز در میون می ذاره و از اون درخواست کمک می کنه. همونطور که می دونید یک روز قبل از گم شدن آرتور نامه ای برای اون نوشتم. بله، مطمئنم جیمز پاکت نامه رو باز کرده و نامه دیگه ای به جای اون گذاشته به این مضمون که در ساعت به خصوصی در جنگل کوچکی به نام رکت شو که در نزدیکی مدرسه قرار داره با اون ملاقات کنیم. اون با آگاهی از احساسات لرد جوان به مادرش اسم و امضای دوشس رو جعل میکنه. رأس ساعت مقرر جیمز به ملاقات آرتور میره. اون چه از این به بعد میگم اعترافات خود جیمزه. اون بعد از ملاقات با آرتور میگه که دوشس خیلی دلتنگ اون شده و میل داره حتی برای چند دقیقه اونو ببینه. بر ترتیب آرتور رو راضی میکنه که نیمه شب پنهانی از مدرسه فرار کنه و به قلمستان رکت شو بیاد که اونجا مردی با اسم منتظرش خواهد بود تا اونو پیش مادرش ببره. آرتور ساده دل فریب حرفای جیمز برادر ناتنیشو میخوره و نیمه شب در میادگاه حاضر میشه و همراه مردی که همین روبن هیز بوده راه میافتن. اینطور که جیمز میگه ظاهرا شخص سومی متوجه موضوع میشه و بلا فاصله تعقیبشو میکنه و بالاخره به اونا میرسه، ولی روبن هیز با چماقی که همراه داشته این شخصو به قتل میرسونه و به دنبال اون لورد سالتایر رو به مخفیگاه تعیین شده یعنی مهمانسرای خروس جنگی میبره و توی اتاقی در طبقه دوم تحت مراقبت همسرش زندانی میکنه. همسر روبن هیز برخلاف شوهرش زن بسیار مهربانیه، ولی متاسفانه خیلی از اون میترسه و به شدت تحت کنترلشه. عجب. بله آقای هولمز، ماجرا همین بود که خدمتتون عرض کردم، ولی بازم تکرار میکنم که من به شخص کوچکترین اطلاعی از مرگ این معلم بیچاره نداشتم. در ضمن بهتره بدونید انگیزه این آدم ربایی همون حسادت و تنفر پایان ناپذیر جیمز نسبت به لورد سالتایر جوانه. جیمز معتقد وارث قانونی من اونه. بعد از مرگ من لقب دوک هولدرنس هم به اون میرسه و قوانین موجودی که اونو از این امتیازات محروم میکنه به هیچ وجه نمیپذیره. البته انگیزه دیگه ای هم در این آدم ربایی مؤثر بوده. جیمز خیلی مایل بود که من به رغم قوانین موجود به هر طریقی که شده املاکمو به نام اون بکنم. بدبختانه تصور میکنه این کار از دست من ساخته است و من به عمد از اجراش خودداری میکنم. اون تصور کرده بود که با ربودن آرتور وادارم میکنه وصیت‌نامه‌مو تغییر بدم و بعد از اینکه تمام دار و ندار من به نام اون شد آرتور رو آزاد میکنه.
اینم خوب میدونست که در صورت وقوع این رسوایی هرگز علیه اون شکایت نخواهم کرد. ای کاش قبل از اقدام به چنین عمل ناجوان مردانه ای با من صحبت میکرد، ولی متاسفانه نه فقط این کارو نکرد، بلکه چنان شتاب زده مرتکب این کار ناشایست شد که سرانجام این فاجعه بزرگ رخ داد. بدتر از همه با قتل نابهنگام هایدگر تمام آرزوهای اونم نقش براب شد. خبر این ماجرای غم‌انگیز دیروز از طریق پروفسور هاکستبل به ما رسید. نگرانی بیش از حد جیمز سوء ظن منو به شدت برانگیخت و حد زدم کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. بلا فاصله اونو تحت فشار گذاشتم و طولی نکشید ترسان و لرزان به همه چیز اعتراف کرد و در آخر عاجزانه التماس کرد فقط 3 روز به اون مهلت بدم تا بتونه ترتیب فرار همکار جنایتکارش رو بده. منم مثل همیشه تسلیم شدم و قبول کردم. جیمز بلا فاصله به طرف مهمان سرای خروس جنگی ره سپار شد تا ضمن هشدار به روبن هیز مقداری پولم در اختیارش بذاره. من همراه اون نرفتم چون هوا هنوز روشن بود و صلاح نبود اهالی دهکده منو در محل بدنامی مثل خروس جنگی ببینن. صبر کردم هوا تاریک شد، بعد به اونجا رفتم و فرزند دلبندم رو ملاقات کردم. درسته. خوشبختانه به رغم ترس و وحشت زیادی که از قتل معلم آلمانی به اون دست داده بود، کاملا سر حال و سلامت بود. خیلی دوست داشتم اونو همراه خودم بیارم، ولی چون به جیمز قول داده بودم به اجبار موافقت کردم 3 روز دیگه اونجا باقی بمونه. بدبختانه نمیتونستم پلیس رو در جریان بذارم، چون در این صورت میبایست قاتل رو معرفی میکردم و به دنبال اون پای جیمزم وسط کشیده میشد. آقای هولمز، من به واسطه شناختم از شما و اعتمادی که بهتون دارم تمام ماجرا رو از اول تا آخر بدون کم و کاستی تعریف کردم و حاضرم سوگند یاد کنم کلمه ای از اون دروغ نبوده. حالا متقابلا میل دارم شما هم با من رو راست باشید. از صداقت من مطمئن باشید حضرت عجل، ولی قبل از هر چیز باید عرض کنم جناب عالی با نادیده گرفتن یک اقدام خلاف قانون و فراهم کردن امکانات فرار یک قاتل خطرناک، ناخودآگاه خودتون رو در معرض نگاه فرشته عدالت قرار دادید. چون پولی که جیمز وایلدر در اختیار روبن هیز گذاشته بی تردید از صندوق جناب عالی برداشت شده. بله، درسته. خودتون خوب میدونید مرتکب چه جرم سنگینی شدید. همه اینا به یک طرف، به نظر من سنگین ترین جرم شما اینه که پذیرفتید پسر بچه معصوم و بیگناهی که تنها پسر قانونی شماست 3 روز دیگه در اون مکان کثیف و نامطمئن باقی بمونه. ولی اونا به من قول دادن. حضرت عجل، قول و قرارهای آدمهای تبهکار و پس فطرت چه اعتباری داره؟ آیا شما اطمینان دارید که پسرتونو به جای دیگه ای نبردن؟ جناب عالی برای جلب رضایت پسر غیرقانونی و گناهکارتون، انسان معصوم و بیگناهی رو که از گوشت و خون خودتونه در معرض سرنوشت بسیار خطرناکی قرار دادید. این بی‌انصافی و بی‌عدالتی محض و از شما بعید به نظر میرسه. من تنها به یک شرط به شما کمک میکنم. کالسکچیتون رو صدا بزنید، من بهش میگم که چی کار باید بکنه. دوک بی هیچ حرفی زنگی را فشار داد و لحظه ای بعد کالسکچی در اتاق حاضر شد. هولمز رو کرد به کالسکچی و بدون توجه به دوک هولدرنس با قاطعیت خاصی به کالسکچی گفت: خوشبختانه ارباب جوان پیدا شد. حضرت عجل دستور میدن به سرعت با کالسکه مخصوص به مهمان سرای خروس جنگی برید و لورد سالتایر رو به کاخ بیارید. جای شکرش باقیه که ماجرا تا حدود زیادی به خیر گذشت علی جناب. بنابراین میتونیم پاره مسائل رو نادیده بگیریم. قطعاً عدالت به بهترین نحو اجرا میشه و نیازی هم به کمک من نیست. از طرفی دلیل نداره مسائل خصوصی بی خود و بی جهت برملا و افشا بشه. درباره روبن هیز هرگز حرفی نمیزنم، چون میدونم تناب دار در انتظارشه و حاضر نیستم کوچکترین کمکی به اون یا اشخاصی مثل اون بکنم. ولی شاید در بازجویی حرفهایی بزنه که برای موقعیت شما خوب نباشه. پیشنهاد میکنم حضرت عجل به طریقی بهش برسونید که در صورت خودداری از بازگو کردن بعضی مطالب بازماندگانش به نحو خوبی تأمین میشن. از نظر پلیس
روبن هیز متهمه که پسر بچه‌ای رو به منظور باجگیری رو بوده و در اجرای نقشه پلید معلم آلمانی رو هم به قتل رسونده. دلیلی نداره که بخوام دخالتی کنم و نظرشون رو تغییر بدم. در ضمن امیدوارم جسارت منو ببخشید، ولی با عرض معذرت مجبورم به شما اخطار کنم که در صورت ادامه زندگی جیمز وایلدر در کاخ هولدرنس بدون شک مسائل و گرفتاری های عدیده‌ای براتون به وجود میاد که ممکنه قابل جبران نباشه. پیشنهاد میکنم به خاطر خودتونم که شده اونو به جای دور دستی بفرستید. عالی جناب. بله، با پیشنهاد شما موافقم آقای هولمز. من میدونم که وجود جیمز جز بدبختی و گرفتاری چیز دیگه‌ای برام نخواهد داشت. ترتیبی دادم تا جیمز به استرالیا بره و زندگی جدیدی رو توی اون کشور شروع کنه. تصمیم بسیار بجا و عاقلانه ای عالی جناب. در ضمن تا اونجایی که به خاطر دارم اشاره فرمودید که اشکارات زندگی زناشوی شما بیشتر به وجود جیمز در کاخ هولدرنس مربوط بوده. خب حالا که اون عازم استرالیاست، پیشنهاد میکنم با دوشس کنار بیایید و این رشته رو از نو وصل و به هر نحوی که حضرت والا صلاح میدونن ترمیم کنید. خیلی متشکرم آقای هولمز. بله، این کارم انجام دادم و همین امروز صبح نامه‌ای برای دوشس پست کردم. در این صورت لازم من و دوستم دکتر واتسون به خاطر این سفر نیک فرجام به خودمون تبریک بگیم. بله جناب دوک، موضوع خاصی است که میخواستم با شما در میان بذارم. بله. روبن هیز نعل‌هایی به پای اسبش زده بود که اثر سم گاو روی زمین میذاشت. میخواستم بپرسم این کلک ماهرانه رو جیمز وایلدر به اون یاد داده بود؟ دوک مدتی به فکر فرو رفت، سپس با قیافه متعجب و کنجکاو ما را به اتاق مجاور که بیشتر جنبه موزه خصوصی داشت راهنمایی کرد. در گوشه این اتاق گنجه شیشه‌ای بود که تعدادی نعل اسب به شکل سم گاو در آن قرار داشت. دوک درباره این نعل‌ها برای من توضیح داد. این نعل‌ها رو که به قرون گذشته مربوطه کف حوضچه های اطراف کاخ هولدرنس پیدا کردیم. موقع حمله دشمن یا قبایل وحشی، ساکنان منطقه این نعل‌ها رو به سم اسباشون میکوبیدن و فرار میکردن. دشمن با دیدن جای پای اسبا به اشتباه میافتاد. فکر میکرد گله گاوی از منطقه عبور کرده و از تعقیب منصرف میشد. به این ترتیب اهالی منطقه همواره از تعقیب دشمنان یا قبایل وحشی در امان بودن. این نعلای به خصوص هم ظاهرن به بارونهای هولدرنس در قرون وسطا تعلق داره. هولمز نوک انگشت سبابه‌اش را خیس کرد و روی یکی از نعلها کشید. لایه نازکی از گل تازه به نوک انگشتش چسبید. در گنجه را بست و به دو گفت: آو، خیلی متشکرم علی جناب. این دومین موضوع جالبی بود که توی این سفر دیدم. اولی چی بوده؟ هولمز چک 12,000 پوندی را نشان داد، سپس اون را با دقت لای دفترچه یادداشتش گذاشت. از اوت عجب، باور بفرمایید من آدم قانعی هستم. تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدا برداری مازیار مرتضیه، صدا گذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم. مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.